شمار از چهره های سیاسی و فعالان حقوق زن راهپیمایی هایی را در پشتیبانی از بانوان افغانستان در چندین شهر جهان راه اندازی کردند. این بانوان به جاده ها برآمده و با شعار کار، آموزش و آزادی خواستار رعایت حقوق بانوان و بازگشایی مکتب های دختران در افغانستان از سوی امارت اسلامی شدند. پیش از این امارت اسلامی پیوسته گفته که حقوق اساسی تمام شهروندان کشور به ویژه بانوان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت خواهد شد. سهیلا یوسفی گزارش می دهد. بسیار خوش هستم که امروز راه‌اندازی راهپیمایی ها در چندین شهر جهان به پشتیبانی از بانوان افغانستان، شمار از چهره های سیاسی و مدافعان حقوق بشر در واکنش به ادامه محدودیت ها بر زنان در افغانستان در لندن و چند شهر دیگر جهان با شعار کار، آموزش و آزادی به جاده ها برآمدند. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر در این راهپیمایی با انتقاد از خاموشی رهبران جهان درباره ممنوعیت آموزش دختران از دولت بریتانیا خواسته تا به پشتیبانی از بانوان در افغانستان ادامه دهد. رهبران جهان باید خاموش نباشید، باید کارهای زیاد انجام دهید و باید صدای دختران و زنان افغانستان را بشنوید و با آنها کار کنید، زیرا شما آینده یک کشور آنها را تعیین می کنید. صدای اعتراضی زنان معترض افغانستان صدای برابری خواهی، عدالت خواهی و عدالت خواهی هستند و خوشحال هستیم که در کنار زنان افغانستان قرار گرفته و ما امیدوار هستیم که این صداها و این اعتراضات و این همسویی و انسجام روز به روز بیشتر شود تا اینکه همواره به عدالت و برابری برسیم. این معترضان خواستار بازگشایی بیدرنگ مکتب‌های دخترانه، رعایت حقوق بانوان و رهایی بانوان معترض از بند امارت اسلامی شدند. ما این برنامه را همزمان با لندن، همزمان با تورنتو، کلگری و جرمنی و بیشتر کشورها در 27 نوامبر برگزار کردیم و امیدوار هستیم که صدای ما به گوش جامعه جهانی برسه و یک اقدام جدی انجام بر علاوه ای که ما حق رفتن به مکاتب را نداریم، حق رفتن به تفریگاه ها را نداریم و این وضعیت بسیار نگران کننده است و بالای روح روان ما تاثیر بدی میگذارد و برای هر کس مهمتر از اهدافش دیگه هیچ چیزی نیست و زنده ماندن بدون هدف هیچ معنی ندارد. امارت اسلامی اما پیوسته تاکید دارد که در چارچوب شریعت اسلام متعهد به رعایت حقوق همه شهروندان به ویژه بانوان است. این راهپیمایی ها در چارچوب کارزار 16 روزی محو خشونت با زنان را اندازی شد. این کارزار در 25 نوامبر و همزمان با روز جهانی محو خشونت در برابر بانوان آغاز شد و همزمان با این ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان بر حمایت از خروج امن افغانهای در معرض خطر از این کشور تاکید کرده است.